وال استریت جورنال گفته یک سازمان اطلاعاتی امنیتی در خاورمیانه که مخالف فعالیت‌های هسته‌ای ایران هست، این مدارک و اسناد رو در اختیار این نشریه قرار داده. بر اساس این گزارش، ایران بیش از 20 ساله که به اطلاعات و گزارش‌های محرمانه سازمان انرژی اتمی دسترسی داره و از اونها برای گمراه کردن ماموران نظارتی یا آژانس بر سایت‌های هسته‌ای ایران استفاده کرده. در این گزارش همچنین عنوان شده که این اسناد به همراه تعداد زیادی از مدارک دیگه از مکاتبات سران ایران از جمله علی شمخانی وزیر دفاع وقت ایران همگی در سال به همراه بیش از 100 هزار مدرک دیگه در سال 2018 توسط اسرائیل از بایگانی های ایران خارج شده و حالا بخشی از اون در اختیار وال استریت جورنال قرار گرفته. البته این خبر و این مقاله از دید سنای آمریکا هم پنهان نموند و در جلسه سنای آمریکا امروز سناتور تاد یانگ که در واقع سناتور جمهوری خواه از ایالت ایندیانا هست در جواب خبرنگار ایرانی اینترنشنال که از اون پرسید در مورد سیاست‌های خارجی بایدن چه فکری میکنه، تاد یانگ گفت من فکر میکنم دولت بایدن باید این مقاله رو بار دیگه بخونه و با توجه به اینکه در تمام این سالها ایران قوانین مربوط به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو نقض کرده و راهی برای جعل مدارک پیدا کرده تا بتونه ماموران امنیتی سازمان رو گمراه بکنه، بایدن و دولت اون حتما باید در سیاست‌های خارجی خودشون در مقابل ایران در واقع تجدید نظر بکنن. چقدر میدونیم در مورد حجم استفاده که ایران کرده از این اطلاعاتی که گفته میشه به شکلی هک کرده و درس پیدا کرده به دست ایران رسیده؟ این گزارش در واقع اشاره میکنه به جعل مدارک برای بستن بعضی از سایت های هسته‌ای. مثلا به کیمیا معدن اشاره میکنه. کیمیا معدن یک شرکتی هستش که در ارتباط با فعالیت های معدن اورانیوم و شرکت های اورانیوم فعالیت میکرده. به نظر میرسه سال بسته شدن این شرکت تغییر کرده تا بتونه ایران در واقع ماموران آژانس رو گمراه بکنه. همچنین یه سری اسنادی از منتشر شده از مکاتبات سران ایران در اون زمان که در واقع با توجه به جدول نظارتی ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سعی کردن فعالیت‌ها رو در مراکز مختلف از جمله مراکز و سایت‌های عراق جدول فعالیت‌ها رو تغییر بدن. در این گزارش به کانتینرهای در واقع محتوی اورانیوم اشاره میکنه که ایران مدعی شده اونها در واقع اونها رو فروخته و اثری از اونها نیست، اما به هر حال رد پا و اثری از اونها دیده شده. تمام مکاتبات در واقع در حوزه اورانیوم و این گونه فعالیت های هسته‌ای در این به نظر میرسه درس پیدا کرده و در این گزارش عنوان شده. ممنونم از تو گلاره هان، همکارم از استودیو دیگر ما اینجا در واشنگتن.